امروز جلسه 124 از راجب فلسطین و 34 در شرح کتاب آقای دکتر قرضاوی، خدا رحمتش کنه. خشونت در فلسطین اشغالی به وسیله صهیونیست ها بوته است که این نسل رو بار آورده. جامعه جدید صهیونیستی بر اساس خشونت بنا شده و لذا ارتش اسرائیل که ارتش دفاع از اسرائیل مینامند و ادعا میکنند که تمدن اسرائیلی در این ارتش ایجاد شده، ادعا میکنند که اینجا محل تمدن و شجاعت یهودیانه و اینجا در این ارتش معلمان ما باید به هر اندازه که میتونن به ما این خشونت یاد بدن. و رضا میگن که بزرگترین دانشگاه در سرزمین اشغالی، در سرزمین میعاد، اونا میگن ارتشه. مهاجرانی که میان فوری میرن ارتش تا اونجا هم عبری یاد بگیرن و هم تجربه حاصل کنن که چطوری سرزمین دیگران رو غصب کنن. با اون تقصیر را که در خارج از وطنشون بودن اینجا جبران کنن تا اینکه هم وطنان عادی اسرائیلی بشن. و به قول بن گوریان ارتش نقش بسیار پیشرفته متمدنانه رو در همگون کردن مهاجرانی که از جاهای دیگه مختلف از دنیا آمدن در اسرائیل بازی کرده. ولی زمین میگند که لیفی اشکول میگه که دوست داشتن کشوری غیر از ارض میعاد یه خیانت به روح خالص یهودیته. ولی اونا میگن که دوستی ما فقط با وطن خودمونه که اسرائیل باشه، و دوستی یهود در هر جایی که هستن باید به وطن قومیشون باشه، نه با جایی که زندگی میکنن. ولی زا کلاسگین ملت آلمانو از این برحضر میداشت که یهودیان اینجا ولاشون برای کشور ما نیست، بلکه برای یهودیتشونه، برای قوم بنی اسرائیل و سرزمین فلسطین یا اسرائیل خودشون. ولی زمین کرتسگین آلمانی میگه که هر یهودی که برای سرزمین غیر اسرائیل دعا بکنه، دوستش داشته باشه، اون خائن به ملت یهوده. ولذا وایزمان میگه که در اعماق هر یهودی یک صهیونیست وجود داره و کسانی که ایمان قومیشون با ایمان ملیشون یکی باشه، اینا باید در کشوری که زندگی میکنن اینا باید تحقیر بشن. ولذا اون دنیا رو به یهود و غیر یهود تقسیم میکنن صهیونیست ها. خام موشه بن صهیون میگه که مفسر تلموده میگه که همه فلسطینیان باید نابود بشن، همه فلسطین باید اشغال بشه و تا حدی که این یک نجات پرستی زشتی رو علنی میگه. خام ابراهیم افیدان همچنین حرفی تکرار میکنه، میگه که براتون جایزه بلکه واجبه بر اساس شریعت یهود که افراد غیر مسلح و از غیر یهود و حتی اگه اهل خیر هم باشن بکشید. خب این تا اینجا توقف میکنم. تا اینجا یهود شناسی بود. بعد ببینیم چی میگه در جلسه بعدی.